اینجا در تورنتوی کانادا، مکتب بین المللی کانادایی افغانستان از سوی علی محمد کاکر، یکی از سرمایه گذاران افغانستان، به ارزش 1.5 میلیون دلار کانادایی افتتاح شد. به گفته مسئولان مکتب بین المللی کانادایی افغانستان، در این مکتب استادان کانادایی تدریس می کنند و نصاب تعلیمی این کشور در آن تطبیق می شود. دانش آموزان می توانند بدون سکتگی از راه دور به درسایشان ادامه دهند. مکتب بین المللی کانادایی افغانستانی است که چطور بتانیم برای مردم افغانستان، بخصوص برای خانمای افغانستانی یا دخترای افغانستان، تدریس یا تعلیم معیاری را در خدمتشان از راه دور قرار بدیم. ما در صدد از این هستیم که بتانیم بهترین روش ها، بهترین گزینه های تحصیلی که در دنیا وجود داره از طریق ورچوال در خدمت از اینا قرار بدهیم تا ای که بتانن برای ما اهداف بلند تعلیمی خودشان برسن. زبان تدریس در مکتب بین المللی کانادایی افغانستان انگلیسی است و برای دانش آموزان که از سطح پایین زبان انگلیسی برخوردار هستند، تدریس زبان در نظر گرفته شده است. این مکتب به تمام شهروندان افغانستان در سراسر جهان خدمات تعلیمی ارائه خواهد کرد. در مکتب بین المللی کانادایی افغانستان سیستم تدریس به گونه کردیت است. دانش آموزان از صنف 7 الی 12 می توانند از طریق اینترنت با روش های جدید شامل درس شوند و پس از فراغت مدرک وزارت معارف کانادا را به دست آورند. سیستم را که در این مکتب درس داده میشه سیستم کردیت است، یعنی نصاب تعلیمی کانادا به سیستم کردیت شاگردان از صنف 7 الی صنف 12 هم جذبش میکنیم. بعد از اینکه اینا فارغ میشن، اسناد از اینا یا شادنامه صنف 12 از طریق وزارت معارف کانادا برشان اجرا میشه. این مکتب در حال افتتاح می شود که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان درب مکتب ها را بر روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بستند. این اولین مکتب آنلاین نیست. با بسته ماندن مکتب های دختران در افغانستان، فعالان حوزه های آموزش ده ها مکتب آنلاین را راه اندازی کردند تا از طریق آن به دختران بازمانده از آموزش کمک کنند. با این حال، راه اندازی مکتب‌های آنلاین با در نظر داشت سرعت پایین اینترنت در افغانستان، جای خالی مکتب‌های حضوری را پر نکرده است.